رفت رفت Raft? The Rafting حرکت سلام احوال شما هیچ سلام نکنه همه سلام سلام بر روی ماهت ما حرفانو زدیم دیگه قبلش با خب الان اپیزود شروع شده اگه اجازه بدید که الان صحبتاتون رو بکنید تو اینا چقدر میتابونی؟ اپیزود خیلی فشار میاری بهش آدم فشاری هم بیشتر یه سیب بزن برای رنگ پوست بچه ها میان اینجا ویتامینه بشن برن میان اینجا کم بوده خورش اینجا دارن اون پروتین هم گرفت آره دیدم چه خبر؟ خوبید خوشید سلامتی وای با این گرما چه میکنی تو این گرما تو این شرجی انقدر گفتین سر اون وقت تازه 30 درجه است یه جوری اینجا یاد بابا رکورد 80 چ... خورده سال گذشته رو زد دیگه 37 درجه شو رفت یه جوری همه ترسیدن نمبره. اینجا من دیدم قرار دوشنبه 41 نا بشه کی ترسیده برای چی ترسیدین خارجی صحبت کردن جدید وارنینگ دادن دیگه خب آخه اکثر خوب دن. از, از گرما دیگه. دیگه, اصولاً آماده نیست مثلا شهر به خاطر گرم. گرمایش زمینه دیگه ما به خاطر این وارنمنتی که بیشتر نگرانیم نه به خاطر خودمون نه حالا غیر از اونم شهر ونکورد اونطوری ساخته نشده خونه هاش که آماده گرما باشه یه کولر مولر اینا هستن مثلا بیرون حالا خونه من خیلی نگران مولرم صبح که میرن اذیتن یه سفر که ایران بودیم یه سفر تو خود ایران رفتیم به مشهد تو راه برگشت با ماشین زیارتون قبول متشکرم اه. از راه چیز برگشت تبس و اینها بعد یه لحظه پیاده شدیم تو پمپ بنزین بنزین بزنیم 50 درجه بود بعد خب من که تا حالا تجربه نکردم بیدار شدم یعنی باش، پیاده شدم از ماشین فکر کردم یه جای دیگه مثلا فکر کردم مردم و اینجا برزخ و اینا خیلی عادت نداشتم به اون هوا اون تیکه تبس خیلی, خیلی وایلده <laughs> یعنی خیلی بعضی میتونه وحشی باشه منظورم از لحاظه این که طبیعتش کبیه بود که هلیکوپتر افتاده بود بره خیلی اوضاع خیلی باید. حالا گرما اینجا مینید جالبش اینه که ونکوور بیشتر 99 درصد خونهایی که هستن برای زمستون ساخته شدن برای سرما ساخته شدن و اینکه هیچ گونه سرمایشی تو این خونه ها وجود نداره تنها سرمایش یخچاله به غیر از اون دیگه چیزی نداریم همیشه فقط بخاری دارن اکثر آپارتمانایی که هستن آره بری در یخچال بکنی کنی سر تو بکنی مثل فرنزی اپیزود آره آره منم دارم فرنزی چیزه من فکر کنم بی فکر کردن از اول میتونستن آقا اصلا از همین اسپلیت ها بذارن که هم گرمایش خوب باشه خیلی خوب هزینه اولیش گرونه ولی تو طولانی مدت خیلی ارزون تره منظور طولانی مدت ارزون ترین یعنی چون... هزینه ماهیانه ای که حالا مثلا سرشکر میشه روی واحد اینا آخه تو هم ببینی ده. که واقعا اون موقع میارزیده نمیارزیده وقتی اینجا همیشه سرد بوده و مثلا به 22 درجه میرسیده یه هزینه اضافه است که برای با پنکه دقیقاً کار رد میشد تابستون ها یه پنکه ما میذاشتیم آره, آره من خیر حس کردم مثلا فوقش اینطوری بود که 5 روز خیلی گرم مثلا 5 روز میشد 20 8 درجه مثلا 2007 2008 که ما اومده بودیم <foram com. ımeni> <ال> بعد بعد که رفتیم استرالیا فهمیدیم که نه اصلا گرما چیز دیگه است وقت تو ایران بود یعنی ایران خوب همیشه گرم بود اون موقع آخه تو چیز داشتیم تو اکباتان کولر نداشتیم خب بیرون حالا خونه هیچی ببین بچه اون موقع تو دوران بچگی رفتیم توی یه ظهر میرفتیم بسکتبال بازی می‌کردیم فوتبال بازی می‌کردیم بعد از این لولات میک, ماره میک آب می از فواره آب می‌خوریم بلکه آب بیا <applause> ولی ولی کلا <متاز> <تعاب تصفيق> زاویه تابش خورشید توی ونگ تو شهری که ما هستیم با مثلا اصفهان که من مقایسه کردم فرق داره یعنی yani اینجا صاف‌تر میتابه آره اصفهان با زاویه میتابه اون سوزشون نداره ام. چون اونجا پشت شما <applause> اره ولی <ام>. خیلی چیزه خ... الان کسایی که کولر ندارن خیلی در اذیت میشن مثلا خونه رو به آفتاب و اصلا روبه او اینا در طول روز خیلی دارن اذیت میشه خیلی مهمه تا باشه مکنه. از این اذیت ها باشه از. از, 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 از. آره. دیگه چه خبر دیگه سلامتی امروز دست چی حرفی. شده کارون دست انگشت تو به نشون بده ببینم شده. یه شب یه بیلاخ ما بده به دوربین یک بگی دوربین یک چیکار کردی بسکت بازی کردم برگشت اخه. این بسکت هم واسه تو چیز شده هفته پیش که روژینا اینجا بودن زانو تیمان عجیب آها نه اون زخم بود زخم اوکی نه این برگشت بعد باید... من حالا بچه بودم بسکت زیاد انگوشتم برگشته بود این اصلا استثنان این, این دست یه دور رفته بود تو گچ او. با کوروشینا والیبال بازی میکردیم بلند شدم اسپک بزنم حالا نکرد اینجوری مثلا خفه آره یه چیز افتضایی فقط با شستم زدم این برگشت مثلا تاندونه رفت تو مرز پارگی بعد رفت و اینا خوب بود ولی همیشه مثلا من میدیدم این تاندون دست راست من اینجاش بیرونه مثلا یه نسبت به چپ آه. بعد اون روز که بازی میکردم توپ خورد بعد انگار مثلا تمام اون خاطرات تو همون لحظه یادت میاد وقتی میخوره می وای خیلی درد داشت درد حافظه هر ز پارگی خیلی مرز بدیه از اون بالی به این طرف هیچ مسئله نداشت مثلا این بیشتر درد بگیره بی حس و اینا بشه و اینا آخه ورزش دستی دیگه نکردم خیلی از اون به بعد همیشه فوتبال بود که پارو دادیم رفت الان دونه دونه داره اعضای بدنش تو ورزش آره. میده <تصفيق> <تصفيق> چون پا نداشتم گفتم برم بسکت و والیبال و اینا که به دیگه چی میتونی ورزش فقط با سر باشه مثلا میخوام بزنی دیگه نمیشه دیگه اینجا به بعد باید یه دست چیزی سالم باشه آره ولی هفته پیش رفتیم والیبال سالی اونم خیلی حال کجا <applause> 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 سپانیش بانکس به به بانک های سپانیش همون که خیلی زمین خیلی تور خیلی داره خیلی تور نمیدونستم همچین چیزی تو من من همیشه فکر می‌کردم اون فقط ساحل کیتس هست که اون دوست کنم 12 تا زمین داره این اصلا انقدر زیاد, زیاد بود نه. کلیش خالی بود نه بابا با. کجاست سمت یو بی سی جری کوویچ می کجا نزدیک اون شما چه خبر؟ ولی با بریم از میگم شما, شما باید 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 با خودش صحبت میکنه <applause> بودم چه خبر شما خالی ما چند روز رفتیم سفر با فرهاد اینا بله خیلی خوش گذشت و چون من یه هفته آف بودم آه اصلا کنم نگفتم توی نه کار جدیدی گرفتم و مثلا از این دوشنبه شروع بشه کار قبلیم حالا بذار اول فایر نشیم بعد صبح بعد خونه خودت خورده چیزی هم کار قبلیم هفته پیش تموم شد و این یه هفته رو من چونه زدم با دو تا منیجرمون و اینا که یه هفته رو بذارید ما نفس بکشید خودمون شیل ترین آدم دنیا و خیلی هم خوب بود دیگه دو روز اولش تو شهر بودیم یه سری کارهای عقب مونده انجام دادیم و سه روزم رفتیم شهر کلونا جاتون خاله کلونایی که پارسال رفتیم و ولاگش رو روی یوتیوب گذاشتیم درسته آره آره خیلی باحال بود روز خوبی تو جالبی بود دقیقا یک امروز متوجه شدیم که یک سال گذشته از پارسال شواد خیابانی شدم چیز مزخرفی بود تو گفتی با زبان فارسی داره به قهقلا میره هر روز میتونیم اون چیزایی که صبح داشتیم میشیم عزیزانی که سخنرانی میکنن و این هم که فرهاد و اونا که در ایران هم امروز همینی که از فارسا دقیقا ایکس ایکس آف خوب شد فهمیدی مثل اصلا انشارو میخوان کشش بدن ما بود یعنی پارسا دقیقه هر موقع ما یا با فاصله یه هفته کلونا بودیم باورم نمیشه یک سال گذشته خیلی خوش گذشت انسان خیلی خوش گذشت جتن خوری کردیم و... آره داغ بود و کف جاده ما 38 درجه تجربه کردیم واقعا میسوخت یه داشت. کانگورو هم دیدیم یاد ایمان افتادیم به خاطر که ایمان چندین سال استرالیا بوده با. و ما اسم اون کانگورو روزش ایمان ایمان ویدیو هم گرفتیم حالا چی میدم که موقعی که نیستم زیاد در مورد من صحبتی نشه من فکر کنم دلیل اون خوابا این بوده چون ما داشتیم زیاد صحبت تو می‌کردیم احساس میکنم که شاید ترجیح اینه که در مورد من زیاد صحبت نشه غیبت نکنید تو روز زیاد تو بودیم تو شب که غیبت و گاسیب کردن میخوایم بریم سر اپیزودمون دکمه ما رو بزن بنواز دکمم را کمیس

سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های این برنامه در کنار من کارون نشسته سلام فرهاد و مامان سلام سلام به چی میخندید به اینکه کارون خوشنوده از اینکه دیگه جریان نداره دیدی؟ نمیدونم خدا شد <تصفح> <بشریت من. تصفح> به من به من این اپیزود بهترین اپیزود زندگی من <تصفح> <باحت> شد چرا هفته پیش هم گفت ولی هفته صحبتش مطرح شد نه نه شد اپلای شد اعمال شد اما قانون شد ببین اجهافی که در حق من در این برنامه میشه به قرآن هیچ جا نمیشه هیچ جا پخش داره میشه اینجا هیچ جا نمیشه میشه اون برنامه مدیتیشن رو پذاری میتونم الان آها با این نه بسه بدی هر چیزی جای خوشه داره سلام میکنم به همه دوستان عزیز و گرامی دوباره برگشتیم با یه جدید دیگه امروز هفته فکر کنم سیزده ای این یا سیزده ای چهارده, ای. چهارده همچی میگه انشالله چهارده باشه هر هفته داره فشار... چه فشاری به تو داره میاد بابا. از کارهایی که تو خودکست میکنی بگو بگو نه بگو یه زمانی خلاصه اپیزود داره هم دیگه خلاصه که نه, نه. یه چیز آره. میره میره چه خبر خوبید خوشید سلامتید همه عدیف فرجان فرزاد خیلی ما که سفر بودیم زحمت کشید ایمان به ماهی ما غذا دادی دست در نکنه خیلی یوسلسه یعنی من ببین حیوان اگر که میگیرید یه کاری باید بکنه تو خونه یعنی نه اینکه مثلا نه 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 کانتو بیشه در بیا اون تو پر آب کن ببین اون چیکار میکنه گذاشتی توی ظرف اینقدر انتظار کار کنم نه نه من خونه پر آبم کنم اینجا آب, آب داری نه, <تصفح> نه، یه صدا از ای موقع صدا میکنه میاد سطح آب سطح آب, آب میکنه. من احساس میکنم اون موقع داره گدایی میکنه گدایی غذا میکنه تو شیلنگ بگیریم منافذ اینا زیاد داره بریزی بیرون تا اینجا نمیشه آب پر کنی نه متاسف اینجا مون امتحان نکنید خب خونه ما رو اگه بخوایی جمزا کنم یا خونه ما رو امتحان میکنه دوشه خواه کارون هفته چطور بود؟ خوب بود هفته خوبی بود اشغال آه. کردی؟ یه ذره زر... حالا یه ذره اشغال کرد نه کار خوب پیش میرفت و ولی زیاد بود و اینا بعد الان چیزم هست ها. جام های اروپا های من حال میکنم موقع نهار هایلایت بازی ها رو ببینم لاکچری رو ندارم که خود بازی ها رو کامل چه،, چه،, ساعتی برگزار میشه؟ تو مرحله گروهی 9 صبح و دوازده صبح ما بود الانم هم نه و ولی دیگه هر روز نیست قبلش هم بعد هم دو نه <تصفح> 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 من کلا خیلی الان جدیدن نسخ فرهنگ اروپا شدم خوشبال کسی که تو اروپا هست چرا؟ مثلا این بازی رو که میبینید خب خیلی از لازم مساحتی جای کوچیکیه دیگه بعد چون هم دو ساعت تو رانندگی میکنی از یه کشور میری یه کشور دیگه کامل همه چی عوض میشه فرهنگ مختلف. بعد اینا همشون همزیستی مسالمت‌آمیز دارن با هم داره. و خیلی راحت تو از یه کشور میتونی بری کشور دیگه درس بخونی کار کنی نمیدونم همه کار میشه کرد اینو نمیدونی همزی سیم و سالمت نه اتفاقا همین که... رو ببینید نه خیلی خوب... توی تلویزیون ایران هم مثلا نشون میده مسالمت آمیز تقریبا وقتی بری بیرون و ورزشگاه میبینی چی کار میکنم <تصفح> <تصفح> خب اروپایی حالا خیلی بافرهنگن بعد همیشه هم کنار هم زندگی کردن این جا افتاده براشون یاد گرفتن بعد اون روز من داشتم دیروز یکی رو اینترویو میکردم پسر فرانسوی بود خب بعد گفتی جمعه کارون؟ فرانسوی بود لیسانس فوق لیسانسش داشت ای پی افل سویس میگرفت این وسط یه دور رفته و ستوکولم سوهد یه مثلا اکسچنج مثلا یه سال هم اونجا بود بعد تو سخترش هم ایتالیایی بود تو دخترش به تو گفت داشتیم فوتبال حرف می‌زدیم اولش بعد گفتم چه تیمی و نظرت خوبه اینا دیگه رفتیم سر ایتالیا و گفت اتفاقا مثلا این چی بعد خیلی باحال دیگه تو ببین چقدر تنوع اینا هست بعد حالا اینجا برچم اسلامو تو ایتالیا کوبیده میشه موقع تو زد خلاصه با فوتبال با اروپا نه بعد رو چجوری کن راجع فوتبال اولش مثلا یه چیزی با که بگی که یه خواب آره دیگه به حالا اینجا شما مثلا هزار ساعت رانندگی میکنی میرسی مثلا یه شهر دیگه که عین همینجا دوباره هیچ فرقی نداره خیلی ولی کلا من خیلی فرهنگ اونجا رو دوست دارم خوش کسی که اروپا اینطوری نگو دیگه شاکر باش از زندگی دو دوباره از که دو بره. اروپا هن که اروپا هن آره اونایی که اونجا هن چون تنبو دارن دارن تنب آره طلب طلب و طلبه اینشالا مرزا بازشه میری سر آمریکا حالا هوای دیگه داره مالی که راه نمیتن ولی خو؟ آقا من میخواستم یکم از این جو سنگینی که چند هفته خودکست رو فرا گرفته بود فاصله بگیریم چرا جو سنگین؟ سنگین نبود؟ عمیق کامان دیگه هفته پیششو هفته پیش چیز بود؟ من کیم چیم؟ آره قبلش چی بود؟ مردانگی سنگین نه او خوب بود من که نرفتم دیگه آره تو هم نه خب سن... چیز نبود نه بود که اصلا اون اتفاقاتی که افتاد مثلا توضیحاتی که دادیم و چه میدونم در مورد رژین اومده بود و سورپرایز و آها سنگین برای خود فهمیدم گفتم <تصفح> یه جمع سنگینی که وجود داره رو فاصله بگیریم و امروز یکم غیبت کنیم به خیلی قرار خوش بگذره دلیل این اپیزود اینه که من در خودم میبینم که در طول روز کلی وقت میزنم به قیبت کردن حالا توضیح میدم چه جوریه تو شریکی هستی ما با اینکه دوست داریم فکر کنیم اکثر حالا صحبت های روزانمون پر هست از حرف های متفکرانه و حرف سازنده و هدفدار ولی در واقعیت اینطور نیست اه... ما در طول روز خیلی شده که قیبت کنیم حرفای بزنیم که زیاد شد هدفی نداشته باشن یه تحقیق سال 2019 نشون داده که آدم ها به صورت میانگین روزی 52 دقیقه غیبت میکنن چو؟ این حالا نیاز نیست که همش منفی باشه و زندگی خراب کنه 52 و... دقیقه مثلا اون زمانی که تو گوشی هم غیبت میکنی توشه یا نه این جدا فقط نه، کلامیه نه نه <applause> میگم حالا نیاز نیست که همش منفی باشه و زندگی خراب کن و خانمان سوز و مثلا فلانی و فلانی خوابید و فلانی خیلی مست شد فلان جا و چه میدونم یا <applause> لباسش خیلی زشته و فلان و اینا میتونه خبر مثلا عروسی مثلا خواهرم هفته دیگه عروسی داره به یه کسی بگی که مثلا خواهد اونجا حضور نشه باشه اینا هم غیبت محسوب میکنن <applause> اه؟ آه. آره داد چون نیست اخبار شخص. میشه آره اگر که ببین میگه که اگر که اون شخص حضور نداشته باشه گاسیب یا غیبت محسوب میشه یعنی کسی که اخبار میگه مثلا راجع به رئیس جمهور فلان صحبت میکنه این همیشه غیبت <applause> <همیشه قیبت> هم. <applause> <applause> آره، نه فکر کنم چون سهامی عامه نه آره، بین بین حالا <applause> اخبار متفاوته ولی گفتن مثلا چه میدونم فلانی مثلا خواهرش تتو گرفت ماشین فلان فرانی آره مثلا ماشین فرانجا خرید فرانی یه پروموشن گرفت سر کارش وقتی خود طرف حضور نداره میتونه اینا رو قیبت محسوب بشه و حالا میگفتش که هر زمان ما در مورد کسی که حضور نداره صحبت میکنیم داریم غیبت میکنیم و تمام اینها توی اون پنج و دقیقه حساب میشه و حتما نباید در حرفای در گوشی و راز و اینجور حرفا باشه حالا قیبت های من چیه؟ خب یه سریش که کاریه سر کار مجبوری در مورد بقیه کسایی که دارن مثلا باید کار میکنن قیبت هم همکار یا مثلا چی؟ نه نه همکار یه سریش که خیلی جدی و مثلا روزانه دنبال میشه با فرهاده که مثلا یه سری از سیاسیون خارج از کشور که هستن و مثلا دوست دارن یه ایدئولوژی دارن اونا رو مثلا نماشون قیبت میکنیم ذره تیزشون آرتیستا کلن. آرتیستا آره کسایی که معروف ترو. کسایی که به چهره هستن یه سریش خب در مورد حالا استریم و اون داستان ها یه سریش شخصیه مثلا من با یه سری افراد دارم که پشت یه سری ها قیبت میکنیم و خب حالا اینا میتونه فقط فقط میتونه جنبه وقت تلف کردن داشته باشه دیگه پس اصلا ما چرا این کارو میکنی؟ یعنی من چرا در طول روز این مثلا وقت میذارم این اتفاق میفته آقای مارک لیری پروفسور دانشگاه دوک یه نظری دارن که میگه قیبت کردن یکی از اصلی ترین غریزه های انسانیه به دلیلی که انسان با وجود یک موجود اجتماعی هست و به صورت گروهی زندگی میکنه نه تنها زندگی میکنه بلکه به بقیه نیاز داره تا زنده بمونه و با دونستن این فکتی که الان گفتم تمام اعضای اون گروه نیاز دارن تا بیشترین مقدار اطلاعات رو داشته باشن در مورد آدم های اطرافشون ما باید بدونیم که بقیه چطور فکر میکنن کیا قوانین گروه زیر پا میذارن کیا با کیا دوستن اخلاقیات بقیه چجوریه نظرشون در مورد اتفاقاتی که داره میفته اطرافمون چجوریه تا بتونیم اونا رو در واقع ببینیم تا در واقع رابطه خودمون رو با اونا رو بسنجیم ام. به صورت ساده وقتی ما با بقیه غیبت میکنیم یه سنگ محکی است که ببینیم آیا این افراد به صورت ذهنی به ما نزدیک هستن یا نه ام. یا اینکه کجاها با هم دیگه اختلاف داریم و آیا میتونیم تو زندگیمون بهشون اعتماد کنیم یا نه همش به اون تئوری تو دارن اشاره میکنن دیس مشترک که دیس مشترک حالا استاد دانشگاه بودین الان پیپرش نه نه حالا دیس مشترک میگم اون میتونه اون از حالا جلوتر توضیح میدم که غیبت خونسا داریم مثبت داریم و منفی این میتونه حالا غیبت مثبت هم وجود داشته باشه یعنی حالا توضیح میدم که چجوریه بریم یه سر بزنیم از قیبت هایی که برام فرستادم بخونیم من اسم اشخاص رو نمیگم که یه مثلا اطلاعات عجیبی و رو, رونشه ولی خیلی باحاله اولیشون گفته بودن که دوستم ازدواج کرده راحتش و با ما رفقای مجردش کم کرده همش هم همش به هم دیگه میگیم که چقدر شوهری بود دوستشون این که فلانی دماغشو عمل کرده و کاش عمل نمیکرد بهش نمیاد اونم این خیلی خوبه این طرف بده. هزار تا استوری گذاشته تو همش اسم هتل رو تک کرده <applause> این از اون دسته قیبت هایی که من انجام واقع. میدم این ای نیازه این, این منم یکی از پسرهای دانشگاه اون دنبال شوگر دادیه خدا وکیل منم هستم یعنی اگر که باشه بشه تو بگو ددی مامی شوگر ددی هر چی باشه شوگر باشه برو بکنه هستیم یکی دیگه رئیس رئیسم با یکی از همکارم رابطه داره این درامای خوبی این سر کار اینا همیشه هست یکی نوشته که سه نفری رفتیم مسافرت دو نفر نفرمون نشستیم پشت اون یکی غیبت میکنیم که چرا همش داره طول میده وقتی میخوایم بریم بیرون این راحت میتونن بفهمن که آره حالا نه شخص گوش ندن آره من مطمئنم اون دوتای دیگه هم میشیدم پشت رو یکی این حالا توی اون تحقیقی که گفتم که به صورت معمول به صورت مداوم 52 دقیقه در روز و آدم رو غیبت میکنن تقریبا همه افراد اون تحقیق که 467 نفر بودن غیبت کردن به غیر 34 نفرشون تو بازه 5 روزه 75 درصد اون قیبت هایی که اتفاق افتاده خونسا بوده این نه خبر منفی بوده نه خبر مثبتی بوده به صورت میانگین بانوان بیشتر در قیبت خنسا شرکت داشتن ولی موقعی که به مثبت و منفی رسیده مساوی بودن قیبت مثبت یعنی چی حالا الان توضیح میدم این حالا مثبت و منفی چجوری دستبندی میشه؟ قیمت مثبت به اطلاعاتی برای اطلاعات در قیمت مثبت بیشتر برای اطلاع رسانی استفاده میشه و جنبه حمایتی داره مثلا اگر یکی بخواد یه جا استخدام بشه تو شنیدی که اونجا مثلا کارمنداشو خیلی بدرفتاری رفتاری میکنن نسبت به توی اونجا میای به این طرف میگی که ببین من شنیدم که اینجا مثلا دوتا تا کیس سکشوال ابیوز داشته مثلا تعرض جنسی داشته مدیرش مثلا پولاشون رو نمیده وقتی هم مثلا میخوان تصویر حساب کنن اذیتشون میکنه خب میای این اطلاعاتو به اون شخص میدی که فقط حمایتش کنی و بتونی بهش کمک کنی و از یه کار خیلی از یه اتفاق بدی که ممکنه بیفته جلوگیری بکنی آگاه سازی انجام میدی این تعریف یکی آره. از غیبت کرده همه چی عملا تو این تعریف هست. شامل میشه گفت تمام مثلاً... اخبار هر چیزی که تو گفتی اگه خود طرف اونجا نباشه میشه غیبت دیگه آره عملا همه چی رو شامل میشه نه مثلا اخبار رو واسه من گفتم مقاله گفتم سهامی عام یعنی مثلا اگه که اتفاقاتی باشه که یه, یه جمعیت خیلی بزرگ گسترده و در بر بگیره خب اون دیگه البته خب ببین این آره اخبار مثلا یه کشور متفاوته ولی خب مثلا سلبریتی ها چجوری هن اونا گاسیپه دیگه آه آه. سلبریتی گاسیپه با حال بود داشتم یه تتاک میدم میگفتش که گاسیپ کلا یه ایکوسیستمه برا خودش خب یه محیط زیسته گفت مثلا شبکه های خبری وجود دارن پاپاراتی ها وجود دارن خود سلبریتی وجود داره اون کسایی که سلبریتی رو مارکت میکنن میفروشنش وجود دارن و هر کدوم از اینا نباشه این اکوسیستم به هم میریزه خب ولی میگفتش که حالا توضیح میدم که چه جوری این گاسیپا میتونن مخرب باشن یا میتونن حالا کمک بکنن میگفتش که افرادی که خیلی در واقع نگرانن میگفتش که کسایی که مورال خیلی بالاتری دارن توی زندگیشون بیشتر قیبت هایی که انجام میدن قیبت های مثبته که سعی میکنن از یه اتفاق بدی جلوگیری بکنن تو میری یه سری اطلاعاتی که داری رو به یه شخصی میدی که مثلا از یه اتفاق بدی که ممکنه براش بیفته جلوگیری بکنی <تصحنت> قیبت های منفی برای اطلاعاتیه اطلاعاتی که, که جنبه کوبشی داره استفاده میشه ما اطلاعاتی رو در واقع این اطلاعات رو به اشتراک میذاریم که خودمون رو بیشتر بکشیم بالا مثلا چی مثلا میگیم فلانی تو امتحانش مثلا خیلی نمره بدی گرفت من بهتر شدم میبینی؟ یعنی چیز آیا. جدیدی رو اضافه نمیکنی و فقط میخوای یک نفر رو خراب بکنی خب این هم میشه از دست اطلاعات منفی این برشم منفی خونسارم چی؟ مثبت و منفی بود و خونسا آره. خونسا هم که مثلا بزا، بزا دارم توی این به آكی. مثال دارم جلوتر براتون میزنم یه زی دیگه که جالب بود نشون داده بود که تحقیقات نشون داده که آدم ها به مراتب بیشتر به انسان هایی که که قیبت مثبت انجام میدن اعتباد میکنن تا قیبت منفی یعنی وقتی که یه نفر غیبت اکثر غیبتایی که انجام میده مثبت باشه از نوع مثبتش باشه بیشتر بهش اطمینان میکنن بیشتر حرفاشو قبول میکنن تا اینکه طرف های منفی انجام میده تحقیقات همچنین نشون داره که غیبت میتونه خشم ما رو نسبت به موضوعات کنترل کنه به ما کمک کنه که با اون موضوع یه جورایی کنار بیایم مثلا اگه یه کسی سر کار حقوقش بیشتر شده بهش مثلا ریز دادن حقوقش بردن بالا که ما اعتقاد داریم مثلا اون جو مردانه نبوده مثلا اون نباید این اتفاق میافتاده اون حقش نبوده که اتفاق براش بیفته میریم با یه همکار دیگه‌مون که اصلا طرفو نمیشناسه شروع میکنیم صحبت کردن بهش میگیم که به نظر من این اتفاق نباید میافتاده میگفتش که اول از لحاظ ذهنی خیلی آدم رو آروم تر میکنه و دوم این که یه کمکی میکنه که افرادی که توی گروه دارن با هم دیگه کار میکنن عزمشون رو جذب کنن که بتونن کار گروهی بهینه تری و ارائه بدن میگفتش که اون مورال اون گروه ها رو به مراتب میبره بالا وقتی که یه جورایی مثل این میمونه که دشمن مشترک پیدا میکنن که میخوان به یه هدف مشترکی برسن یه مرزی هم اینجا داره دیگه مثلا یه حد از اون بر آدم بیفته بیان مثلا همه بگن فلانی این ترفیه رو گرفته و اینا و مثلا یه باید باید کوبی, کوبی مش ای... مثلا خرابش آره یا مثلا نه دشمنی نهفته نه شروع بشه چه گرفته نه نه آره دیگه اون صد درصد اه... یه مرز خیلی باری که وجود داره بین اینکه تو بخوای واقعا مثبت یه کاری انجام بدی یا که بزنی کاملا همه چی خراب کنی غیبت مثبت تحقیقات نشون داره که آدم ها چون میتونن در موردش اه... آها اه، تقریبا نشون داده چون آدما میترسن که در موردشون غیبت بشه خیلی از کارهای غیر اخلاقی انجام نمیدن یعنی اگر که مثلا یه جا توی گروهی هستن و میبینن که یه نفر پشت سرش داره غیبت میشه مثلا یه کار خیلی غیر اخلاقی انجام داده به خاطر اینکه خودشون سابجکت اون گفتگو بعدن قرار نگیرن جلو اونا اون کار غیر اخلاقی هر حالا نمیدونم جلو اونا ولی یعنی این میتونه روی دیسیژن میکینگ آدمام تاثیر تأثیر بذاره آه. که تو ببینی تو میخوای اصلا الان این ریسک رو انجام بدی یا نه <تصفح> که یک درصد دا اگه بفهمن اون آدمه که میزنن درش صحبت میکنن توی میتونه از از اخلاقی هم آدما رو تحت فشار قرار بده اینم بگم که غیبت کردن اصلا جدید نیست این خیلی باحاله کتیبه پیدا کردن از یونان باستان که نشده مثلا فلان شاه شبا میرفته پیش فلان و سرلشگرش و اونا در مورد جنگ صحبت نمی کردن کار دیگر رو کار یا مثلا یه کتیبه دیگه داشته که در مورد یک ملکهی گفته گفته که فلانی این ملکهه با یکی از مشاوراش که غیر سلطنتی خانواده غیر سلطنتی رابطه خیلی نزدیکی داره خیلی <applause> <applause> از زمان قدیمم از این اطلاعات به صورت حالا قیبت یا گاسیپ استفاده میکردن و این اطلاعات جابجا جا شده که در مورد اطرافیانمون به ما یه جورایی یاد بده ما بتونیم در مورد اطرافمون یه اطلاعاتی رو به دست بیاریم بعضی وقتا هم خب قیبت ها میتونه حفره های فرهنگی عجیبی رو در واقع نمایان بکنه ام. توی حال زندگی ما ها یه مثال خیلی باحالی که داره هست کریستن ستوارت میشناسینش بازی کرده بازی فیلم توایلایت اون دختره که خب توی فیلم عاشق اون طرف ومپایره میشه رفیق اون ومپایره آقای رابرت پاتیسون فکر کنم رابرت پاتیسون و واقعیتش اینطوری که توی زندگی واقعی هم اینا میان دیت میکنن شروع میکنن دیت کردن بعد از یه مدت خان با یه کارگردان روپرت سردرز ساندرز شروع میکنه که چیت کردن و اینا عکساشون در میاد و مثلا ات اتفاقا مثلا میشه و هویدا میشه و اینا اتفاقی که میفته از لحاظ اجتماعی خیلی فشار میذارن روی این ستورت میذارن روی دختره چند تا شوشو کنسل میکنن چند تا از موویاشو کنسل میکنن این مجبور میشه بره مثلا معذرت خواهی عمومی بکنه مجبور میشه که چند سالی کار نکنه به خاطر اینکه بتونه حالا دوباره اون رو به دست بیاره توی توی پابلیک ولی اتفاقی که بر آقای میفته یه جوری میره رو اعتبار آقای بهش اضافه حقوق میدن دو جا دو تا از مثلا فیلم هایی که میگفتم دیزرو نمیکرده رو بعد از اون اتفاق میگیره به خاطر که پابلیسیتی بالایی داشته به خاطر که اون موقع خیلی تو اخبار بوده سر زبون ها بوده برای همین ازش استفاده میکنن و حالا شروع میکنن بهش ریز دادن و آوردنش توی میدیا های مختلف و این تضاد رفتار رو ما نسبت به کار دو نفر به دلیل قیبت هایی که اتفاق افتاد دیدیم یعنی آدم ها شروع کردن مثلا در مورد اتفاقی که شاید خصوصی بوده صحبت کردن و واکنش آدم ها واکنش فرهنگی تمام آدم‌ها که حالا اگه تو ایران اتفاق میفته که هیچی خارج از ایران هم نسبت به خانم خیلی منفی تر بوده تا نسبت به آقایه خب آخه یه سوالی این دختر کریستین رفته چیت کرده مثلا عمل ناشایسته به قولی انجام داده با یکی دیگه دیگه اون یاری که وای بوده این بره برد. آره ولی خب, خب مرد توی رابطه یعنی حالا اون طرف دومش که به قولی اینوسنت بوده بیگناه بوده داشته خب. زن داره <تصح> 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 نه نه نه, نه. دارید راجب دو تا چیز مختلف فرفش وارد غیبت شدید دا. <تصح> داره میگه که چرا راجب اون مردی که این خانم باش چیت کرده صحبت نشده ایمان داره میگه اون بازیگر تو معروف شده. نه نه، اصلا کارگردانه معروف شده. کارگر این ببین این با یه بازیگر چیت کرد؟ آره، با خود نه نه نه، با اون دیت میکرد. خب اوکی. بعد رفت با یه کارگردان چیت کرد. خیلی خب. پس کارگردانه کارداخل... معروف شد. کارگردانه معروف شد. اوه این عجیبه. آره، کارگردانی که زن و بچه داشت چیت کرد باش معروف شد. بده. بخاطر این بده به خاطر اینکه میگفتن الان خیلی پابلیسیتی داشت میگفتن که سر زبون هاست و اینکه مرد بود دیگه احساس میکردن که چیت کردنه فقط برای خانومه بد بود نه برای آقا میگه منطقی نیست خب همون دیگه با همین دیگه میگم یه حفره می فرهنگی وجود داره که این اتفاق افتاده که بعد تو گفتی که بعد که, گردن بر... که... اصلا راپ اصلا چیز اون ومپایره رو بی شید آره بنده خدا مدل اینکه دادم ومپایر نه بابا اون بنده منتظر منتظر یه ریس یه ریس نه اون اون اتفاق حالا برش افتاد من بین این دو نفری که توی چیز بودن توی این رابطه در چیت کردن بودن که یکیشون زن داشت کارگردان بود یکیشون بازیگر بود حالا یه بانویی بود اینا با هم دیگه در واقع یه کاری انجام دادن یکیشون خیلی در واقع از لحاظ حالا پرپشن اطرافیانش اومد پایین تر دیدگاهی داری. یاره اون یکی خیلی رفت بالا حالا میگفتم برای چی؟ میگفتم به خاطر اینکه خیلی ها با اون فیلمه، فیلم فیلم توایلایت رابطه برقرار کرده بودن خیلی ها عاشق اون پسره بودن که این شروع کرده و دیت کردن و احساس میکردن که این داره یه ضربه ای به اون زده نه نه این یه ضربه ای به در واقع وچه زنان زده اونجا میگفتن که این یه نماینده از همه ماها بود که میخواستن اونو دیت کنن فیلشون کرده و رفت من اونو با... میفهمم چرا با زنه بد اینکه چرا با کارگردان خوب شدن رو من نمیدونم همون بهمم. دیگه حالا تو اونو واقعا نمیدونم که چرا منم برای خودم یه سوالیه میگفتن اون طرف شروع کرد ریزای عجیب گرفتن و فیلمای عجیب گرفتن البته نگفت مردم باش خوب شدن گفت معروف شد. آره تر شد آره معروف تر شد چیزای منفی هم خب دیدیم دیگه اخبار منفی و اینا خیلی موقع کمک میکنه محمد لامینت اینا بودن اونها هم و یادت نیست همیشه تو برامون دیگه نیستش تو صحنه جدید میاد دیشب یک پروداکشن یه چیزی فرست من اصلا من یک ساعت در داشتم اصلا نتونستم دنبال کنم سم بود این گاسیپه اینه که ما الان دیشب داشتیم 100 چی بود ویدیو روژین یه ویدیو فرستاده بود روژین خیلی ویدیوی جدید خوب داره آره. این اصلا یه روژین گلچین میکنه, میکنه. روژین آره. کجا اینترنت میره اون آره. اون آره. شهربازیه آره. خب خب بذار بذار الان زیاد شد بذار تعریف آره. آره. کنیم بگو 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 روژین دیشب یه ویدیو فرستاد یه آقای جلو نشسته بود یه خانومی کنارش سمت شاگرد گوش بده این ایمان نمیذاره این ایمان نمیذاره الان. یه خانومی هم عقب بود <applause> وای بگو بگو و این داشت تعریف یا داشت معرفیم که تعریف میکرد و اینا که اینا مثل که یه رابطه سگانه دارن یعنی این آقا یه خانومی گرفته اول بعد دیده خب یه خانم دیگه هم هست اوشون هم گرفته یعنی دو تا زن داره بعد این دو تا هوو عاشق همن خیلی به هم ابراز علاقه و ارادت میکنن خیلی همشون... هم خواهرن خیلی شب بود مستند ساختن دیگه مستند دو خواهر براشون ساختن مستند رو نهیدی شما؟ من, <تصفح> من فقط همون یه دونه ویدیو رو من, من دیگه نرفتم تا تا سراخ رفتم ما تو خونه راجش بحث کردیم بابا خیلی بگید تو بعد پیج هر ستاشون پیج دارن فن دارن بابا آره مجدن. کلی هم فالوور فالوور ولی خب اکثرا دارن ف... میدن مردم دارن ناسازا <تصفح> جنسی بود کار خیلی جنز. من این حس رو گرفتم بعد, بعد, بعد از... یه ویدیو دیدم که دیگه منو خیلی اذیت کرد این نشسته بود وسط این دو تا خانم کنارش بودن و اینا یه حالت د... داشتن ازشون اعتراف میگرفت من... اینطوری بود اینا مجبور بودن که تعریف کنن از این رابطه و در آخر هم هر دوتاشون میگفتن که تنها راه نجات رابطه و رابطه خوب داشتن اطاعت از شوهره و در آخر گفت بله اطاعت از شوهر بکنید زندگی عالی داشته باشید و تا میتونید زن بگیرید ایشون داشت به فکر زن سوم بود من تو تو ویدیو من توی ماشین بودن این از خانومی که شاگرد یا راننده بودن خانم 18 ساله فهمیدن که من میخوام برم به من گفتید برو زن سوم بگیر و من تو فکرم هست و میخوام انجام بدم خانوم گفتن نگیری طلاقت میدم بله بله تشویق کرده دیشب دیدم آم او او میخواستم بیام همین جوری فوش خیلی رکیک بایس به عجیب به کی؟ به همشون به همه کلن کلن دستم بیاد باعث و چرا؟ آه. بعد یه ذره رفتم پیج دو نفر و اینا رو نگاه که مس از کردم همش مسخره بازی اینا فقط میخوان معروف شن فکر نه بابا بچه داره, نه داره یا خب دیگه این زن هم... مثلا زن اولش اونه که باش بچه داره این دومی و اینا دیگه مسخره بازیه به نظر من چرا؟ اینا رو بگرش میکنه و نزد... آخه, خیلی آخه خیلی به آخه کانتنتش میرسه میبود... خا... و اینا مثلا خارج از ایران هم داریم و دو سه تا اکانت معروفن که آره آره ایرانی ستایی نه خارجی ها حالا حالا مشکلش چیه ببین مشای... چرا ناراحتت کرد بذار من حرفا بزنم چرا بگو حرف بزن <تصفح> <تصفح> میگم من گرفتمش بگو نه داش کارو می‌پرسید خب چیزی که منو اذیت کرد این سکسیزمی بود که موج میزد به مثلا نمونه خارجی شو میبینی خیلی ام. همه چی لیبرال توری داره اجرا میشه برابرتره آره ولی تو این ویدیوها این ما... تو دو سه تا ویدیو یارو پشت وایساده داره دیکته میکنه چی بگید آه من اونا رو ندیدم مثلا نایدم. خیلی مشمعز کننده بود من بعدم ای یکی از زنا تو گفتی 18 آره مشخص تازه. خیلی بچه هست مثلا خیلی خود... چه... زن... اون از علیکیه ایشان فقط میخواد معروف شه من امیدوارم اون که الکیه و هر حال یه ننه آقایی هست دیگه بابا رفته بود خونه خونه پدر مادر خانومش الان مهم با... الان مهم اینه که کجا کش میده این کار الان داره هزینه میده کش تو اینستاگرام نقد او یارو 60 70 تا فالوور داشت خیلی چه کاری میاد یعنی تبلیغ میگیری دیگه تبلیغ میذاره از دستمال کاغذی آره شما شاید خیلی عجیبه خیلی برای من عجیبه یه گاسپی کرده ولی من ترین ویدیویی بود که من نمیدونم اگه دیده بودم خب بگو تو نظر بگو دیگه ما اگه واقعا رو همشون هپیان دیگه هپیان اند تو اگه مسخره بازیه نیمه من ندیدم من فقط یه دونه دون فقط یه دونه سه تا سگانه داریم الان سه تا دیدگاه داریم این قضیه بعد یه پیجی رم زیرش تگ کرده بود که پیج ترویج چند همسری بود همون دی... اونا اومدن ولی میرفت تو اون پیجه اینا فقط توش بودن بعد این بود با یه سری مورد خارجی اینا استارتاپ بودن اینا بود تو ایران فقط بعد آخه اون زن دومه عکس مرد مرده رو گذاشته بود گفت آخه ببینید شما میتونید اینو ببینید و چیز نشید زنش نشید شیفتش نشید چیزی آقای روخ آقای روخ خوبی هم نداشت این قیمت خیبت... قیمت لایم <تصفح> ما رو در روخ خوب میداشته و حالی <تصفح> نه خیلی باز اگه های. روخ خوبی آه. داشت دقیقا قمش خوب داری میگم دنبال شگر دادی هم اصلا خیلی چیپ حرکت بعد ماشین عروس رو دیدید از این ها گذشته واسه پیج پیج اون دیدم من سال 92 سال 92 دیگه ببین وقتی که ماشین عروس موجا داره دیگه بعد بدونی دیگه بعد بدونی یه هزار غلطه یه هزار پرابلم دروغه همش آقا حالا بیاین این بحث رو تموم کنیم بعد شروع کنیم قیبت های خفن کردن اون ویدیویی که روجی پرسونه نمیخواد بگیم اون وسیله شو اونم میخواد بعد با صحبتش بکنه بعد نه میخواد بگو دیگه الان دارین شما بگید فکر چون بعد ما این سایت جوک داشته باشیم برای اون میگم که هر چی آره روجین یه دونه ویدیو دیگه فرستاد این ویدیو قدیمیه من قبلا دیده بودم من قبلا دیده بودم آره با آهنگ نه نه دیده نه آره با آهنگ نیداد آهنگ آهنگی چی بود نمی‌دونم یه آهنگ خوب ایرانی خیلی قری اینا روش بود یه از این شهر بازی بود این مثلا فکر کنید یه دایره بزرگ که این میچرخه و بالا پایین مثلا جاهای مختلفش بالا پایین میشه اگه دست من الان تماشا کنید آره که کمر بند ندارن اینا فقط دست شونه بلی خانومی نشسته بودن اونجا و مثل اینکه که خب خیلی بهشون سخت گذشت این شلوارشون همینطوری داشت میمد پایین اونجایی که دوست سر غیرتی شده بود کار نمیتونه سوی نیمیتون چی بگم آخر ببین یه حالت مستصلی خیلی زیاد شما فکر شما که هیچ کاری هم نتونید هیچ کاری هم نتونید بکنید شورت و شلوار همسرت اومده پایین اون وسط داره میماله به مرد غریبه افتاد رو مرده هی بعدین یه لحظه شوهر غیرتی شوهر هم میخواد دست زده یار که میگفت بیشتر رفت تو باید نقل بر اونور بعد دیگه آخره این ستینگ که بود زن لغت فصل اون واسه این مایی تابه ایوی تابی تابه هایتی بیس و نه سال انقدر نخندیده بود وای آره این اصلا خیلی ویدیو نمیدونم بتونیم جایی بذاریم تو توییتر رو بتونیم کنید توییتش کنید یه کارون گفته مورد علاقه کارون آره ویدیوی که کارون رو 29 سال خندون چهارشنبه از او که طرف میدونست یه چیزی اشتباهه نمیتونست درستش کنه آخه اینا چرا بقیه این مشکل رو نداشت خب یه نور ترکیده این حالا این واقعا این وسیله باید کمربن میداشت دیگه ها نه نکتش همینه چون وسیله نه بالا میره نه سری میشه فقط بالا بالا میره تو مثل مولکول هی به همه میخوره اینجوری میشی من یه می داشتم یه دونه دیگهش بود توی شهر بازی که خیلی سریع میچرخید تو میچسبیدی گریز از مرکز نه اون فرق با این دیدی نه سرعت داشت نه خطر ای داره، شهرباش؟ شهرباش؟ این انقدر روش ببین کن که فکر کن این از این گاوه وحشی ها هست میری میشی روش بزرگش این ب... خیلی بزرگش همه مثلا دوره همیلی دوره هم میشه مثلا شیش و هشش این شلوار برای میاد پایین پایین وای خدایا. اگر که از اون ویدیو هست که هرچی بیشتر ببینید دید حال ترم میشه یه تیشیش هست که نگاه بقیه به اینا هم خنده داره اصلا اونجا نمیدونی چی کاما کنی واقعا اگه اونجا بودین چی کردی؟ من قه میزدم اگه خودت جز اون دو نفر بودی چی کنم که شما خود داره پای میاد <applause> من کافته برمی شدن من کافته برمی شدن تو که آورت میرفت من دیگه, دیگه ایچ وقت خونه میرفت تا اینجور می گفتی نم بگه بس شاید بارو, <applause> بارو بادم پایی من تو راکی داشتم میمادم خونه ایمان از یه محله ای باید رد شد دیگه اصلا سخیفترین اپیزود خود کسا داریم اینی میرون برو گفتی خیلی سنگ بود هفته قبلی محله رد میشیم که حالا یه ذره مثلا هم دست اینا باشه بعد یکیشون بود نه, نه حالا هوا هم گرمه این روزا وایساد بود کنار خیابون شلوار اینا کامل داشت لباد ولی شلوارش اینجوری کشیده پایین دستش گرفته بود فقط شلوار آره سیستم و اینا همه آره. اونجا بود آره ریخته بود بیرون و <تصفح> کنار خیابونه مثلا وای میسی تاکسی بگیری بب. یه لاین هم اومده بود تو اینجوری اینجوری تاکسی بودن و آره. <تصف> <applause> یه گرما با مردم چیکار کرده آره واو اشعارش <applause> من <شوارش تصفيق> کردم اینجا برسیم تو اپیزود <applause> من ندیده بودم اینو من ندیدم نمی‌خوام بس من نه جلو برای همه داش نشون میداد که میگیرنش شب سال بیشتر یه 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 حالا من چی میخوام بگم از, ایبزو... از چیز خونسا پرسیدی مثلا مثل همون صحبتی که گفتم مثلا مثل, مثل اخبار همیشه مثلا فلانی هفته دیگه عروسیشه مثلا فلانی یه نه تتو گرفته باحاله مثلا فلانی توی استریم فلانی بوده اینو بگم یه نکته بستگی به گوینده و شنوندهشم داره که چی؟ اگه تو آدم بخلو ورزی باشی شوف ها بخلو 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 درست بخلو هست بر بخیل بخیل بخلو هست نه درست احتمالا ولی من حالا نشیم نه درست دعیه نمیشه چون تو نشیم یعنی هم بخل میبرزی هم حسد آره دیگه بخیل. خیلی سفتی باشی مثلا حالا <applause> <applause> آخرش که گفته استریم مثلا میبینی فلانی رفته تو استریم فلانی این مثلا این همکاری با هم داشتن میگی مثلا دهنش سرویس این فلان این, مثلاً این ای نه این آره. منفیه دیگه آره ولی اخبار تو... فکر کنم آره. حساب میشه تو واقعا داری مثلا یه, اتفاقی که افتاده رو داری به بقیه میگی مثلا حالا مثال میزد میگفتش که قدیما اینطوری بود که یه نفر میرفته شکار میکرده خب اگر که این طرف مریض میشد بقیه اعضای قبیله و میدونستن که امشب شام خبری نیست یا خودتون بعد همه کشید بری چه کار میگم <applause> میگفتش می که این رد و عدل کردن این اطلاعات یا مثلا میگفتن که فلانی مثلا فلان مرد مثلا بچه‌هایی که از از این مرد تولید میشه مثلا قوی ترن نمی میرن همه زنای دیگه آره دیگه, آره, دیگه. آره مثلا اینطوری بود که دیگه میگفتن که دقیقاً میگفتش که به خاطر نفع جمعی اینا میخوان با همدیگه سوروایو بکنن برای همین اطلاعات رد و بدل میشده با اینکه شاید مثلا شخصی بوده عوی س... بوده آره خیلی آدم پرو چیزی بوده چقدر آه 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 بوده. حالا چیکار کنیم اگر که میخوایم گاسیب بکنیم یا میخوایم غیبت بکنیم قبلش فکر کنیم ببینیم که آیا ضرری میزنه به کسی مم. کمکی به کسی میرسونه یا اصلا از اتفاق بدی جلوگیری میکنه اگر که در واقع مثبته اشکال نداره اگر برای مسائل شخصی و حالا رشد خودمون میخوایم قیبت کنیم بهتر که قیبت نکنیم اگر که میخوایم به قول این بخل و حسد <laughs> و, و اگر بیاری پایین میخوایم بقیه بیاریم پایین بهتر که قیبت نکنیم اگر قیبت میکنیم اطلاعات رو عوض نکنیم <تص> این خیلی اتفاق میفته که یه دونه مثلا بزرگنمایی عجیبی توی اون قیبتی که میخوایم بکنیم هم داخلش میکنیم که مثلا قشنگ طرف آره آب و تاب بهش بدیم یک همیشه میشه نه همیشه یعنی بهتره که این اتفاق نیفته دیگه میگه که وقایع رو همون طوری که هستن به بقیه ارائهشون بدیم نه اینکه بخوایم از دیدگاه میگفتش که به این حرفی که میزد میگفتش که کلا موقعی که داری قیبت میکنی بایستی به خاطر که از اون دیدگاه تو رد میشه و به یه نفر دیگه, 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 دیگه انتقال در... پیدا میکنه میگفتش که هرچی بتونی اونو کنترل تر بکنی بیشتر کنترلش بکنی به نفته یعنی حرفی که داری میزنی منطقی تره و تو توی اون دسته مثبت قرار میگیری و آدما بیشتر میتونن به اطمینان بکنن تا اینکه بخوای اون دیدگاه شخصی خودتو انقدر دخیل بکنی بهش یا مثلا انقدر بخوای بزرگ نمایی توش انجام بدی که دیگه هیچ کس نتونه به اطمینان بکنه ولی این داستانی که من گفتم حرف عوض میشه قبلا فکر گفتم توی یکی از قسمت‌ها که توی راه چه جوری عوض آره آره, آره. یعنی همینجوری که تو حرفو منتقل کنی گوش به گوش برسه یه جایی قطعا عوض میشه آخه خود لحن گفتن اون خبرم خواب خیلی تاثیر داره دیگه دایران. مثلا دقیقا میتونه مثبت و منفی شد تو همون لحن هم تغییر بده آره. چی بود میگفتش که ما 50 درصد کامیکیشن اون با بقیه از روی زبان بدن و در واقع میمی که صورت و این جور چیزاست فکر کنم پنجه درصدش اونطوریه میگفت فکر کنم سی یا چل درصدش توی تونه و روش گفتارمونه و فقط ده درصد شما داریم واقعا کلمه به کار میبریم بقیهش و آدم ها از اون تونی که داری و از اون حالا رفتاری که داری انجام میدی و اون رفتار صورتت تو دستات و اینا برداشت میکنن که چه خبره گفت برای همین تو اون ده درصده خیلی حواستون باشه که داری چی میگید از چه کلماتی استفاده میکنید اون کلماتو دیگه عوض, عوض نکنید باشه یا هشتاده هشتاده که خب هشتاد نوده هشتاد نوده آره ولی خب میگفتید اون کلماتی هم که استفاده میکنید نواستتون باشه یا مثلا دیگه سعی نکنید این کلماتی هم که اصلا کاملا عوضش بکنید اون اتفاق وقایی که افتاده رو همون طوری که هست اگر که میخواین کمکی بکنید غیبت سازنده بکنید غیبت مثبت بکنید همون وقایی رو همون طوری که هستن ارائه بدید اون 80 90 خیلی سازنه. خیلیش اتفاق میفته دیگه یعنی باش با آره واقعا نمیدونم اونو چقدرش میشه کنترل کرد خیلی کم ولی ما خودمونم خیلی وقت مثلا بی صدا حرف میزنیم با هم مثلا نگاه میکنم. من فقط نگاهه یه سری مثلا بعضی موقع هست که یه اتفاقی میفته تو جمع دوستان ما با هم دیگه نگاه میکنیم همه میفهمن که چی شد و هی جمله به جمله این نگاه آره میشه. این نگاه بیشتر میشه آره آره مطمئنم آدم یعنی توی تمام گروه های دوستی هم چیزی وجود داره دیگه شما یه تجربیاتی با هم دیگه دارید که وقتی یه در واقع محرک اتفاق میفته یه اتفاق میفته و همه مثلا شما رو یاد میندازه نیاز نداره در موردش صحبت بکنید با نگاه میتونید با هم دیگه بفهمونید که چه اتفاق سخیفی افتاد چی داری برامون جلبه من یه نکته سری بگم در مورد اوایل حرفت که گفتی این داستان قریزیه یاد یه صحبتی افتادم توی پادکست آقای بیل گیتس با رشیدا جونز فکر کنم اپیزودی بود که با آقای هراری صحبت میکردم که میگفت که از بیل گیتس میپرسیدن که آقا این الان صحبتی که تو این واکسن هایی که میزنن مثلا چیپ توش کار گذاشتن و تو داری رصد میکنی مردم و اینا که اولش خب خنده بود بعد این صحبت شد که برای آدما به خاطری که خب طی میلیون ها سال قبل همینطوری که تو گفتی خیلی باید میدونستن که روابط بین خودشون رو چجوری مثلا قوی تر کنن چه رابطه ای با مثلا اون بالادستیشون داشته باشن برای همین این خیلی راحت شد که مثلا حرفای حالا تو گاسیب غیبت کردن یا مثلا یه چیز در مورد همین بیماری حرفایی که بین آدم و رد و بدل میشه خیلی راحت تر فهمش تا اینکه آدم بخواد بره نمیدونم سرچ کنه در موردش که آقا این مثلا امارنه یه چی میشه این در واقع همین رو میگفت که این داستان خیلی غریزیه و آدم ها مثلا دیفالتشون دیفالت اطلاعات بین آدم ها خیلی تر دقیقا آره. این, آره. این حالا اونجا اون آقای یوال باور داره که این قضیه حالا حرف زدن قیب... حالا قیبت ولی این حرف زدنه باعث میشه که ما دور هم شیم بتونیم تو گروه های بزرگ کار کنیم نسبت به مثلا بقیه حیوانات امه. و این مثلا یکی از دلایل موفقیت تکامل این تو... حالا تو خب... اخبار میخوای اون چیز رو بگی گونه جدید انسانی که کشف کردن چی شده؟ چی شده؟ من یه, یه جمجمه کشف شده توی چین ظاهره خیلی باحاله این میگن که در واقع میتونه یکی از گونه های خیلی نزدیک به ما باشه حتی شاید از نیاندرتالا هم نزدیک تر باشه به ما به مایک هوموسیپیانیم بعد مال ما چه دوره زمانی بوده؟ 150 هزار سال نزدیک هم هست خیلی نزدیکه آره میگن همزیستی داشته با هوموسی پیانا بعد بازسازیش که کردن مغزش اندازه ماه ولی این قسمت ابرو یه برآمدگی خیلی عجیب پری داشت یه ذره جلوتر بود و بدنش هم خیلی ظاهرا قوی تر بوده که تو شرایط سخت آب و هوایی اونجا زندگی میتونسته بکنه خیلی جالبه آه. خیلی بعد الان چرا از بین رفتنشون نمیدونم نه اون که مثلا رو هم که این همه وقت ما میشناسیم هنوز نمیدونن چرا از بین رفتن در واقع چی شده که منقرض شده آه. این تازه کش شده این اولین گونه از این مدل انسانه ولی میگه مغزش اندازه ما بوده ولی به, خوا... به واسطه حالا اون حالتی که ابروها اینا جلو آمدگی جمجمه داشته میگن این حالت مثلا بدوی تره ابتدایی تر نسبت به هوموسیپیانا ولی تمزیسی خیلی جالبه یه سری از این استاد دانشگاهی یارو داشت میگفت سال روی حالا تکامل و اینا کار میکنه همشون خیلی ذوق زده و اینا بودن که یه اکتشاف خیلی آره, آره خیلی, آره خیلی. بعد جمجمه سالم عجیب غریب سالم کشفش کردن شیر زیاد میخورده دست نخورده ها شیر زیاد میخورده آره 150000 <تصفح> سال <تصفح> تو چین آره آره چین بهش گفتن چی انسان اجدهای همچین چیزی <تصفح> اوه اوه سرزمین یا جا... جا... کامنت داری آره سری کامنت میخوام بخونم شما برم دیگه تقسیم کردین کارتون نه من چون خیلی جالب بود وقتم داشتم یه سری کامنت در بودم تا پایین بودم یه دونه توییت میخونم از توییتر و بعد میریم روی یوتیوب <تصفح> <تصفح> اول فضل نایبی گفته دلم برای کارو میسوزه نامردو و براش پای میکروفون بذارید اگه که الانو دارید میبینید برگرد به فصل قبل اولین فصل ببینید که کارون اونجا ترک پایه کرد خود این فصل؟ نه اگه بخوای, هست. آره. اگه بخوای خریدم اصلا هست. همه چی هست نمیخواد شیرین توی یوتیوب گفته شیرین سلام در رابطه با اپیزودی که کارون رفت من کیم چیم من فکر میکنم ما تمام علایق عمیق خودمون هستیم علایق بدون واسطه با دیگران مثل کسایی که طبیعت آرومشون میکنه یا کسایی که دنبال کارهای جدیدی میگردن که کسی تا حالا انجام نداده و در مقابل تمام چیزهایی هستیم که به طور عمیق ما رو به هم میریزن و ناراحت میکنن که فکر میکنیم از دست... که فکر میکنم از دست دادن عمیق باشه و در مقابل تمام چیزهایی هستیم آره ببخش اینو با لحن علی نیکنام گفته به نظرم ما یک ذره هستیم که یک دامنه و مختصات براش تعریف شده و این دامنه انقدر بزرگه که خودمون هم نمیدونیم تا کجاست ما تو این دامنه میریم و میایم و صفتهای میگیریم و صفت میگیریم ما در از شاید یه خمیری باشیم در بعد و تولد یا وقتی موجودیت پیدا میکنیم که میتونه به هر شکلی در بیاد شاید خنددار باشه ولی مثلا میتونه تافتون بشه میتونه بربری بشه و غیره وقتی از ما بپرسن درخچیه مسلما بدون تعریف صفت نمیتونیم تعریفش کنیم و معمولا تعریف هر چیزی همراه با یک صفته همونطور که گفتم ما ذره خمیر هستیم اینا هم خودش صفته و بدون صفت واقعا به نظرم تعریفی شاید وجود نداشته باشه یا صفت صحبت کرده بودن خیلی به خاطره تو و اتفاقی که جفت پیش افتاده شاید کرده بودن گفته اما یه توضیح میتونم بدن آرمان برمان. این خیلی پرسیده بودن که آمبولانس آتش نشانی چرا اونجا بود به صورت خیلی اتفاقی به تو این شهر اتفاق میفته اینا یه جای دیگر رو داشتن رسیدگی میکردن دیگه با یه یونیت دیگه کار داشتن اصلا توی مرکز کاردن. شهر خیلی آره خیلی زیاده اصلا نمیتونی شبا بخوابید واقعیت انقدر صدای آژیر آمبولانس و اینا اگر که طبقات پایین تر باشید میتونه خیلی از اذیتتون بکنه آرمان گفته ایمان جون ممکنه دوچار پی خفیف شده باشی مراقبت کن که شدی واقعا نمیدونم نسبت به سر نه. دیگه میخوای مخ... منم داشتم کامنتار میکنم یه کامنت دیگه هم هست خیلی باحال بود کارون لایکش کرده بود از اون لاوا داده بود بهش مستر فانی اگه درست بگم فانی گفته بود که شاید بشه آدم رو به یه سیمفونی سمفونی تش... تشبیه کرد سمفونی <laughs> تشبیه کرد با سازهای متفاوت و نوازنده های متف... مختلف دست دستاوردهای ما یه سازه صفات اخلاقیمون یه سازه دیگه فرهنگی که از جامعه و خانواده میگیریم یه سازه و حتی دی ای که از پدر و مادرمون میگیریم هم یه سازه اگه بخوایم همه این سازه رو بذاریم کنار میشیم یه سمفونی بدون ساز و نوازنده اونجاست که دیگه من وجود نداره میشیم یه, یه سری ظرف ظرف یک شکل خالی هیچکی نمیتونه یکی از این ظرفا رو برداره بگه این کارونه یا فرهاد زیبا گفته بودم بله حالا بریم سر اخبار یه بار یا حالا یک رستوران کاباره <تص> توی ماساچوست ام. 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 آمریکا <تص> به <تص> ب... <تص> ماساچوست <تص> برای دو ساعت قانونی رو میذاره که مردم بتونن با پول مونوپولی بیان و از حالا قضا و مشروب خیده. مشروب الکلی نه ولی مشروب و نوشیدن غیر, غیر الکلی بتونن استفاده کنن خیلی yeah. جالب بوده دو ساعت همه با پول مونوپولی پول مونوپولی خونشون رو میتونن بیارن آره پولای رو روی کاغذو بیارن استفاده کنن هات بگیرن میشده که بعد پول بخلن. بعد حالا بیشتر که خوندم مثل اینکه این شهری که اسم شهرش یاد هم یادم رفت اینجا نوشته gotcha بود این شهری که این بار توش قرار داره اونایی که اون حالا ارکستر اره اره اسم شهرش ارکستر اون خب آره اون کسایی که این بازی رو کلا دیزاین کردن دارن یه ورژن لوکالایز شده یه این بازی رو طراحی میکنن برای این شهر و حالا شاید هم این این کاری که این بار کرده یه مارکتینگ بوده یه مارکتینگ بوده. بوده که اون پراپرتی اون اون جایی که این بار هست یا اسم این بار بیا توی اون ورژن اون بازی و <متحن> یا اینکه میخواستن نه میخواستن <متحن> باور کن خود شرکت مونوپلیه این کار رو انجام داده بهشون پول داده گفته که شما بیاین پولای مردم رو بکشین که دیگه اینا مجبورشن برن بازی جدید بخرن بازیشون لنگ بشه این یه کانسپرسی قوی بود یه تو اخبار رستوران باریمون یه خبر دیگه بود این سری از نیو همشه بوده یه آقایی که میره بار و حالا رستوران و کل خریدی که کرده کل غذاهایی که گرفته 37 دلار بوده اون بیلش و خب چون اینجا مرسومه که تیپ بدی انعام بدی توی رستوران ها انعامشو 16 هزار دلار میده یعنی روی 37 دلار 16 هزار با, بعد... با کدوم کارت کشیده که کار کرده با ویزا کارتش کشیده آره ویزا نمیشه بعد اخ... منیجر سری اون سروره می به آقای می که آقا این فکر کنم مثلا 160 دلار دیگه می‌خواد حال بده صفرات زیاده و اینا و طرف میگه نه اینو مال خودتونه فقط ب... از به خوبی ازش استفاده کنید بعد به منیجر میگن و اینا منیجر هم میاد می میگه آقا مطمئن اشتباه نکردی اینا, و اینا و طرف میگه نه من خب هر حال میدونم که تو این یک سال گذشته کلا رستوران و اینا خیلی سختی کشیدن هی مثلا قوانین رو عوض میکردن میبستن فلان اینا و دوست داشتم یه حالی بدم یه رستوران داریم اینجا برای چهار پنج نفره اگر که تجریف بیاری زهرای شنبه سر قضا حاضر است من فکر کردم دیدم که منم اگه لاتارینا ببرم این راه خوبیه که میرم رستوران مثلا 16 تا 16 تا تیپ بدم تو لاتاری ببری دیگه جواب ما هم نمیدی اونو که از قبل گفتم چه برسه بری آره چه برسه بری چه میدونم رستوران 16 هزار تا تیپ بدی آدم بخشنده بود هاری کرد خبر بعدی در مورد یه زوجیه که به خاطر تفاوت قدشون رفتن توی گینس و رکورد زدن حالا اینجا عکس بود متاسفانه عکس لود نمیشه آها. آه آها. اه تقریبا دو فیت خانومه از آقای بلندتره و خب آقای شست سان بله دورفیزم داره یا حالا کوتاه قامتی فکر میکنم دو فیت میشه شست سان دیگه دقیقا و جالبه کلا بچه, بچه, دارن, هم دارن. و... اون بچهشون بود؟ آره اوه من فکر کنم تازه مثلا ازدواج کرده نه از سال 2016 با, با همن و کلا خیلی باحال بود من این ویدیو رو می دیدم. آقای خانومه در واقع کل زندگیش مثلا حالا پارتنرایی که قبلا داشته پسرایی که دیت می کرده خب میگفت من اصلا تو فکرم نبود که حالا با یکی ازدواج کنم که قدش اینقدر کوتاه‌تر باشه یا حالا یه کاندیشنی داشته باشه و خب بعد میگفت دیگه عشق این کار رو با آدم میکنه ویدیو هم که فرستان همینو می میگفت خانومه یه شده مم. بود میگفتش که وقتی عشق باشه اینجوری بعد با خیلی و خیلی با من گفته بود در رابطه تو زود تمام میشه الان مثلا هفت ما گذشته و به قول خدا بیامون سپری نه, نه. شکیبایی از سهراب سپری میگفت میگفت عشق و تنها عشق توی اخبار این چند روزم پلیسی که آقای جورج فلوید و سال پیش بدترین شکل ممکن کشت توی خیابون درک شاوین حکمش اومد 22 سال و نیم ایشون قراره که تو زندان باشه به خاطر این حرکت آدم کشتی دیگه حالا یه چیزی که جالب بود برای من وقتی که ویدیوش هست دادگاه علنی بهش میگم فکر میکنم قاضی داره این حکم اعلام میکنه این ریاکشن این آقای دریک هست و اینکه فقط حالا ویدیویی که من دادم چشاش پشت سر هم اینور اونور میشه منتظر این خبر است ولی مثلا هیچ قیافه مثلا ناراحت یا مثلا به هر دارن الان فکر کنم 50 سالشه قرار 20 سال 22 سال بره زندان و مثلا یه ناراحتی داشته باشه اینا نیست این خیلی برای من عجیب, عجیب بود گرمه ببین مجبنه. همون دیگه نه پشتش گرمه بعدم به اینا چیز میخوره دیگه از این اف افهای اف چیز میخوره اگه که خوش رفتاری بکنی مثلا تو زندان آدم پری باشی آره, من ولی این... خب خوشش من هم منظور همین بود پا, پا میشه ولی بعد به این لایف میخورد قتل نداره دیگه تو چیز قاضی میگه که من حالا خیلی خلاصه این حکمو گفت گفت 22 صفحه آنالیز شده این تصمیمی که من گرفتم و هر کی هم بخواد بخونه میتونه بیاد این دو س... 22 صفحه رو بخونه بعد حالا صحبت کنه یعنی گفت این کار خیلی زمان بود آره یه سال خل... دو سال شد الان نه. یه سال یه سال و دستم آره شد... اوج کووید بود دیگه که شروع شد چیزیم اصلا هیاهوی هم تو آمریکا شروع شده شد و هنوز هم دنبال داره ادامه داره خیلی هم عالی ببندیم باشه دمتون گرم بچه ها ما توی تمام فضای مجلسی اسمان توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام اگر که میخوایم مورد اتو مستقیم داشته باشین توی تمام این فضا توی به ما مسیج بزنیم ما سعی میکنیم که همه رو بخونیم و جواب بدیم ما میریم و پنجشنبه با یه بزوی جدیدی که برمیگردیم فعلا خدافز خدافز خدافز, خدافز. خدا